بسم الله الرحمن الرحیم. درس امروزی خود را آغاز میکنیم از بخش کنترل پانل. داخل کنترل پانل بخش دیوایس منیجر. خب دیوایس منیجر را گفتیم، امروز تشریح میکنیم براتون دیوایس منیجر چی هست، چه کار میکند، چه کاربر داره در بخش ویندوز، چی نمیکند. خب گفته میتونیم که مشخصات کلی سخت افزار متصل شده در کامپیوتر در یک قسمت چی میباشه؟ موجود میباشد وجود داره. دوام میتونیم تنظیمات بالای سخت افزار خود را چی بریم از این بخش از این بخش انجام بدیم که تمام تنظیمات ما از این بخش میتونیم انجام بده. خب یه حالت که میبینید که دیزیبل است، دیزیبل یعنی توسط این بخش میتونیم سخت افزار را چی کنیم غیر فعال کنیم. اگر رو کلیک کنیم سخت افزار ما چی میشه غیر فعال شد. و ان انستال برای اینکه بخوایم کدام سخت افزار را یا کدام درایور رو غیر فعال کنیم، روی از اینجا چی میکنیم غیر فعال میکنیم. و اپدیت درایور سافتویر، اگر کدام درایور با وقتش اکسپایر شده باشه یعنی تاریخش تیر شده باشه، میتونیم از اینجا چی کنیم اپدیت کنیم. و اسکن فور هاردویر چنج، ای برای تبدیل سخت افزار از این قسمت چی میکنیم استفاده میکنیم. با انتخاب این قسمت ویندوز رو به اسکن کردن سخت افزار جدید میکند. و همچنین شو هاج اکشن پن، یعنی اطلاعات در باره اطلاعات ما چی میکنه معلومات میدن در باره سخت افزار ما چی میکنه معلومات کسی میتونه هاید کنیم یا نمایش بدیم و یا نشان بدیم. خب در این حالت در بخش از اینکه میم جنرال کستت اطلاع در معلومات در باره تمام چی میده سخت افزار ما میده. و همچنان درایور کست، در باره درایور که میم سه چهار حالت دارد که درایور دیتیلز یعنی جزئیات درایور ما را یا سخت افزارهای ما را نمایش میدهد. و اپدیت درایور کسته، درایور سخت افزار را چی میکنه اپدیت میکنه. و دیزیبل کسته، یعنی در کل سخت افزار را به طور کلی غیر فعال میکنند. و ان انستال اما سافتویر ما را چی میکنه از حالت نصب خارج میکنند. و یک گزینه دیگه اینجا داریم رول بک درایور. رول بک درایور چیست؟ دی بخش رول بک درایور، اگر در جریان کردن درایور مشکلی پیش بیاد، ما میتونیم به کمک این بخش به تنظیمات فعلی خود و تنظیمات قبلی خود چه کنیم برگرده. خب درس امروزی ما همینجا به پایان میرسد.